پیامی برای مردم ایران. سلام محترمین مستمعان، من یک آلمانی هستم. من عضو هیچ حزبی نیستم و برای هیچ حزبی سیاسی صحبت نمی کنم. من هیچ مقام دولتی ندارم و برای همین از رفتار سیاسی در آلمان انتقاد می کنم. و فقط یک سیاسی مستقل می تواند حقیقت را بگوید. کسی که در آلمان عضو یک سازمان سیاسی است نمی تواند آنچه را که فکر می کند بگوید. در طول عمرم من سه سیستم سیاسی در آلمان دیدم: دولت هیتلر، آلمان شرقی و جمهوری فدرال آلمان. و عنوان مثال چیزهای برای گفتن دارم. در خارج کشورهای سیادی را بر سیستم‌های مختلف دیدم. وقتی من میگویم که شما ایرانیان باید به کشور و حکومت خود افتخار کنید، چون شما دیگه به امریکا وابسته نیستید، و این را با اعتماد میگویم. در سال 1956، یعنی 57 سال قبل، برای اولین بار در تهران بودم. از اون زمان مردم ایران را مثل دوستان خود میبینم. بعد از انقلاب ایران بایکوت و مساهمت های امریکا توانست به عنوان یک کشور پیشرفته و مدرن خود را در جهان نشان بدهد. و قدرت مردم ایران من را حیرت زده می کند و حتی حسادت ما را برمی انگیزد، چون کشور شما به تنهایی برای اسدی و دفاع برای حقوق مردم ضعیف دنیا قدم برمی دارد. شما حکومت دارید که برخلاف سیستم کپیتالیست که پر از دروغ و هیله است، حقیقت را میگوید. اما ما آلمانی ها متاسفانه فقط خانم مرکل داریم. خانم مرکل وابسته به قدرت مالی شرکت های اسلحه سازی است و برای همین جنگ های که در حال حاضر در دنیا اتفاق می افتاد و پشتیبانی می کند. متاسفانه دولت مرکل خود را بر مردم ایران قرار داد و از دشمنهای ایران پشتیبانی می کند. این گونه است که خانم مرکل شرکت های اسلحه سازی امریکایی را پر پشتیبانی می کند. خانم مرکل باور غلطی دارد، چون مردم آلمان هیچ حس دشمنی بر مردم ایران ندارد. ما باید از هر دو طرف این دوستی قدیمی بین مردم آلمان و مردم ایران تازه کنیم و حتی آن را محکمتر کنیم. ما می توانیم با یک آشنایی ساده این دوستی را شروع کنیم. هرچه تهدید جنگ بر ضد ایران بیشتر می شود، این دوستی ما هم باید بیشتر شود. با وجود فعالیت های ضد ایرانی از طرف حکومت آلمان، مردم آلمان یک آمادگی دیگری برای حمایت های مردم ایران دارد. ما باید این دوستی در مقابل جنگ با ایران بایستیم. هر کدوم از ما باید با صدای خود این جنگ را تحریم کنیم. به روشنی واضح است که جنگیرا که در سوریه آغاز کردند زمین سازی است برای جنگ بر علیه ایران. اگر این جنگ اتفاق افتاد، پس خدا پیروزی ایران را بر علیه کشورهای خونخور هدیه می‌سازد. خدا حافظ.